امیدوارم اگرم خدایی نکرد اشتباهایی ما از رو ندونم کاری داریم عزیزای من، این چنین نباشه که اشتباهای ما از رو کینه، از رو حسادت و از رو این نوع مسائل باشه. خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام میکنم به مینا خانم. سلام خانمم، حال شما عزیزم. خوبی عزیزم؟ جانم عبادتاتون قبول باشه. جانم بفرمی. زنده باشی. قربونت برم. زنده باشی عزیزم. ایران تماس. کشور عزیزم ایران. بله. عبادت به نام شهرام، نام مادر جمیله. از معجزه ها آقای محمد علی 19 ساله از بروجرد موتور سوار که بر اثر تصادف به کما میره و احتمال مرگ مغزی میشه که به لطف نور الهی و دعای حق استاد از این شفا پیدا میکنه. آقای انارکی از کانادا که 3 ماه در کما بودن به لطف نور الهی و دعای حق استاد از این شفا پیدا میکنه. مرسی. عبادت برای چی میخوای گلم؟ برای عشق و محبت عزیزم. خدای مهربان عشق و محبت رو تو زندگی بهت هدیه کنه عزیزم. زنده باشیم. به خدا میسپارم. مینا خانم. جانم. مینا خانم. جانم. امیدوارم هر چه زودتر به کشور عزیزم ایران تشریف بیارید. ما شما و هفت استاد عزیزم رو زیارت کنیم عزیزم. خداتون بشم به امید خدا. امیدوارم هر چی زودتر اینا به ما جواب بدن. ما هم داریم ثانیه شماری میکنیم عزیزم. خداتون بشم. خدا قربونت برم. میبوسم. خدا نگهدار. خدا حافظ. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو سلام خانم. سلام خانم. خوب هستید؟ من خوبم شکر خدا. عبادت ها قبول. جانم بفرمایید. مرسی. عبادت شما هم قبول. عبادت های تمام کارکنان انجل تی وی و بقیه اساتید همه قبول باشه. الهی قبول حق باشه عزیزم. جانم بفرمایید. من از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. عبادت میخواستم برای حسن. بله. نام پدر بسمت. ام معجزه ها؟ بچه 2 ساله‌ای که در بیمارستان بود و دکترها به پدر مادرش گفته بودن تا آخر این ماه دیگه بیشتر عمر نمی کنه. این فرزند 2 ساله که به مدت 3 دقیقه از دنیا رفته بود، زمانی که دکترها گفته بودن که چیزی از عمر این بچه نمونده، پدر مادرشون با قدرت پنهان تماس گرفته بودن و وقتی پدر مادرش گفتن دیگه این بچه شما تموم کرده و در دنیا نیست، دکتر میفرمایند که اصلا پدر مادر هیچ اصل عملی از خودشون نشون ندادن. بله. و دکتر به نرس بیمارستان میگه تا به این پدر مادر کمک کن، ولی پدر مادر میگن ما راحتیم چون میدونیم به لطف نور الهی فرزند ما 3 دقیقه از دنیا میره و دکتر میگه الان 10 دقیقه است که فرزند شما تموم کرده. ولی پدر مادر میفرماین اگر بریم پیش بچه میبینیم که فرزند ما به لطف نور الهی و عبادت حق استاد عزیز فرزند ما زنده است. و وقتی همراه دکتر میرم میبینم بچه روی تخت نشسته گریه میکنه و مادرشو میخواد. و این خانواده عزیزی آینه به کودکی که زیر سن 12 سال باشه و دکترها قصد میکرده باشن ازش یه آینه براش هدیه میکنن. و در کشور بلژیک و وقتی مینا خانم پرسیدن چرا فقط اینجا و برای یه کودک زیر 12 فرمودن که ما خیلی عذاب کشیدیم تا بتونیم اقامت این کشور رو بگیریم. به این دلیل. ممنونم خواهرم. زنده باشی. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برای برکت گشای مینا خانم. خدای مهربان برکت تو زندگی هدیه کنه. بله اینو برای من عنوان میکنن. واقعا انسان مو تو تنش سیخ میشه که میگن پزشک اومد و خیلی خونسرد، خیلی وحشت زده بود که چی بگه، و پدر مادر خیلی خونسرد و گفتن نکنه این پدر مادر واقعا شوکه شدن از شنیدن این حرف. و نه، با نور الهی با لطف پروردگار بله بچه صحیح و سالم داره گرد. میدخوره من میخواستم یه چیزم خدمتتون بگم. ولی اولش نمیخواستم اینو بگم به خاطر اینکه گفتم شاید چشم بخوره، ولی خواستم اینو بگم. وظیفه خودم نستم اینو بگم. من مدت 20 سال از نعمت بویایی بهره من نبودم مینا خانم. درست. من با دعای 20 دقیقه‌ای که گرفتم الان خیلی خوب بویایی دارم. شکر. من میخواستم واقعا اینو بگم. اونایی که این برنامه رو باور ندارن فقط بهشون بگم که اینا خودشون رو باور ندارن به این دلیله. شکر خدای مهربان. شکر پروردگار. خیلی خوشحالم مینا خانم. فدات بشم انشالله که جدم تمام خونه ای تو رو با قدرت الهی بوی گلاب بشه عزیزم. بوی گلاب و یاس عزیزم. الهام فداتون بشه مینا خانم. میخوام بگم تو همین ماه رمضون خدا پدر مادرتو بیامرزه که گلی مثل شما رو تو این دنیا آوردن. فداتون بشه. من میبوسمتون عزیزم.
خدا یارو نگهدارتو. قربونتون. زنده باشی. دست پای شما و استادای عزیزم میبوسم. نور چشم منی. خیلی ممنون. خوب نگهدار. زنده باشی خدا. جانم بفرمایید سلام عرض کردم. سلام عرض. سلام عزیزم. حال شما. خوبی عزیزم. استادان گرامی. زنده باشی گلم. جانم. سپاسگزارم. سپاسگزارم. از ایران عزیزمون تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. دعا به نام مهدی، نام مادر پروانه و از موجزای قدرت پنهان خانم سوسن از تبریز 19 ساله که هستن، از زیر تلسم سیاه شدن. همسرشون علی آقا یک دفعه خونه رو ترک کرد، لباس و وسایلش رو گذاشت تو سایت و به سوسن خانم گفت فضولی نکنی، خوابت نمیبره و ازم سوال نکن کجا میرم. 24 روز خونه رو ترک کردن. بچه هاشون 15 و 17 ساله بودن، یک دفعه ترکش شدن، انگار نه انگار که پدرشون رفته بود. سوسن خانم سریع درخواست عبادت پسری کردن. متاسفانه خانمی که در شرکت علی آقا کار میکرده علاقه من بوده که با او زندگی کنه، چون وضع مادیش خوب بوده و قیافه خوبی هم بوده. علی آقا تولید مواد غذایی رو دارن که به خارج کشور صادر میکنن و این خانم مسئول این برنامه ها بوده که عاشق میشه. حتی علی آقا با اون صحبت میکنه، میگه من زن و فرزند دارم. استادان گرامی فرمودن که برو در قبرستانی که دوتا عروسک اسم تو علی روش دقن بشکنده شده به صورت انسان درست کردند و بردار. و این باعث شد که علی آقا خونه رو ترک کنه. بچه هاشون بودیا و سانت عزیز از بالاکن هل میده و موچه دستش در میره. درست خداوند و دعای استادان گرامی علی آقا به خونه برگشتن. برای هدیه سوسن خانم آینه رو به خانوادهی که شرایط خودشون رو داشته باشن هدیه میدن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای گلم؟ برکت گشایی. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی در عزیزم. زنده باش. به خدا میسپارم اتون. خدا نگهدارتون. خدا حفظت.